بیشترتون این موضوع رو میدونید که تریلر لوکی برای فصل دومش توی این مراسم مختلفی که خب بالاخره مارول داشته به صورت اختصاصی پخش شده و یه سری اونو دیدنش. حالا این وسط یه چند تا تریلر اون لو رفته بود و بیرون اومده بود که ناقص بود و کیفیتش هم داغون بود و چیزی نمیشه ازش فهمید. به خاطر همین تا الان در مورد صحبت نکرده بودم. ولی خب تو این ویدیو با توجه به حرفایی که خب اونایی که دیدنش و اومدن بیرون تعریف کردن و به جای مختلف گفتن، میخوایم بریم یه نگاهی بندازیم ببینیم که اصلا تو این تریلر چی رو نشون دادن و خط داستانی قرار بود به کدوم سمت حرکت بکنه. و خب این کنارش هم یه چند تا حدسم برای اتفاقاتی که قراره توی سریال بیفتن میزنیم، چون ما میدونیم که بالاخره تریلر انتمن که بیرون اومدش کانگ در مورد این صحبت کرد و گفتش که من قبلا هم با اونجر مبارزه کردم و یه سریاشون رو از بین بردمشون و اینا. همه داره نشون میده که این مجموعه ها به همدیگه مرتبط و اون داستان مولتیورسی که باز شده خیلی فراتر از این حرف هاست. و در کنارش هم یه نگاهی هم به داستان ددپول 3 میندازیم و میخوام یه نکته هم اینجا بهتون بگم که اونم یه طورایی به سریال لوکی مرتبط میشه. حالا قبل از اینکه بخوایم بریم و شروع بکنیم ببینیم چه اطلاعاتی در موردش داریم، حتما یاد باشه که یه لایک به ویدیو بدی. همونطور که میدونی من شاهینم، از اینم که روی این ویدیو کلیک کردی ازت ممنونم. بزن بریم. شروع این تریلر با آسانسور شروع میشه. آسانسور تیوی به ما نشون میده، بعدش هم درش باز میشه و نکته بعدی که وجود داره اینه که از همون آسانسور میره به سمت لوگو مارول. و اتفاق جالبی که داره اینجا میفته اینه که اون لوگو یه مقدار شبیه به همون اتفاقات و اجزایی که داخل تیوی هستن و یه پس‌زمینه سبز رنگی هم داره که حالا اون قطعات ساعتی که قبلا هم دیده بودید اونجا خورد شده و پشت شیخته و یواش یواش تصویرش تغییر میکنه و میاد به سمت همون لوگوی کلاسیک و قرمز رنگی که همیشه از مارول دیدیمش. و نکته بعدی اینه که وقتی که ادامه مسیر حرکت میکنه لابی تیوی به ما نشون میده و جایی که الان توی این مجموعه که داریم نگاه میکنیم دیگه خبری از کسی نیست و یه نفری هم اونجا هست و یه وسیله هم دستش که لوگو تیوی روش هست، ولی اونو به ما نشون نمیده که کیه. وقتی که دارم به ما لوکی رو نشون میدن، لوکی کلا گیجه، نمیدونه داره چه اتفاقی میفته، اصلا داستان چیه، این جایی که اومده همون جای قبلیه یا یه جای جدیده و اتفاقات یه طورایی داره جلو میره که نشون میده کانگ داره اونجا رو خیلی قشنگ اداره میکنه و همه چی روی ریتم خودش و نظم خودش داره و همه چی توی مسیر خودش داره حرکت میکنه و انگار اصلا هیچ اتفاقی تا الان نیفتاده. مثل اتفاقی که آخر فصل اول دیدید، لوکی فکر میکنه که اصلا وارد یه خط زمانی و یه تایملاین دیگه ای شده و اون آدمایی که داره میبینه اون کسایی که قبلا دیده نیستن. حتی حرف از این میزنه که قراره یه جنگ بزرگی پیش بیادش. البته جنگی که داره میگه منظورش همون اتفاقاتیه که بین مولتیورس قراره بیفته، اون حرفایی که کانگ به زده بود، ولی خب کسی زیاد توجه خاصی به حرفاش نداره. حالا یه سری احتمال این وسط وجود داره. احتمال خیلی زیاد اون تی وی ای که قبلا داخلش بود و این چیزی که الان داخلشه همونه، هیچ تغییری نکرده، فقط تغییراتی که پیش اومده به خاطر اون تغییریه که توی جدول زمانی های مختلف شده. احتمالاً دیگه اون لوکی نیستش که از زمین 616 وارد اونجا شده باشه. اون اتفاقاتی که حالا توی داستان اونجر افتاده، اون چیزی که توی فصل اول لوکی هم دیدینش، احتمالاً به خاطر همین هستش که حالا یه سری تغییراتی اونجا داره دیده میشه که با اون چیزی که قبلا دیده متفاوته. و اگه همچین داستانی بخواد جلو بره، باید ببینیم که اون درگیری و اتفاقاتی که بین سلوی و کانگ افتاد اینجا هم افتاده یا نه، و اصلا همچین داستانی اینجا پیش نیومده کلا. بعدش هم جای دیگه از اون تریلر میگن که به ما سلویو نشون میدن که توی اتاق نشسته و یه هدفونی هم رو گوشش گذاشته، داره یه موزیکی رو گوش میده. و اتفاقاتی که اونجا داره میفته اینطوریه که میاد و به ما یه مسیری از اون سالن تی وی نشون میده و یه راهروی نشون میده که توی اونجا دارن به ما یه پرش زمانی رو نشون میدن که هی یه نفر عقب جلو میشه اونجا. و این نشون میده که لوکی اونجا با یکی از نگهبانا هم حتی درگیر میشه توی مبارزه که دارن، یه ضربه بهش میزنه، یه نور سبزی هم بیرون میاد و اون پرش جلو عقب شدنی هم که اون توی راهرو داره احتمالاً یا از طریق کانگ داره اون کنترل میشه یا یه نفر دیگه ای. خب بالاخره داره این کارو اونجا انجام میده. بعدم ما رو وارد یه سالونی میکنن که تو اون سالن احتمالاً همون سالن قضاوتیه که قبلا بوده، ولی با این نکته هایی که توش کلی مانیتور وجود داره و مانیتور هم یه تم سبز رنگی دارن که یه طورایی شبیه به همون مانیتورایی که تو اون اتاقی بود که تو ماتریکس هم به ما نشون داده بودن، و میشه گفت یه الهامات انگار از اونجا گرفتن براش. از اونجا که میشه حد زد اتفاقات شاید یه سریاشون مشابه اتفاقاتی باشه که توی فصل اول هم افتاده، تو اون مسیری که دارن حرکت میکنن حتی اونجا به ما یه تابلوی هم نشون میدن که رو اون تابلو نقاشی که روی در و دیوار همون سالن است
عکس نگهبانان زمان هم هستش. ولی نکته‌ای که در موردش وجود داره اینه که نگهبانان زمانی که الان داریم اونجا می‌بینیمشون دیگه چهره‌هاشون مثل اون چیزی که قبلا دیدیم نیست، صورت همه‌شون دیگه شده صورت کانگ. اینجا جاییه که دو مرتبه می‌بینیم که لوکی در مورد اون جنگی قرار پیش بیاد صحبت می‌کنه و نکته بعدی که اینجا وجود داره اینه که به ما میان یه محیط جدیدی رو توی تی وی نشون میدن که یه میز بزرگی اون وسطو به نظر میاد که اونجا حالا کتابخونه‌ای جاییه و خب مسئول منشی که اونجا نشسته همون بازیگریه که خب گفته بودن قراره تو این فصل هم حضور داشته باشه. حالا کیوکان اومده اونجا جایی کیسی گرفته، حالا نمیدونیم اون اونجا مسئول چیه، حالا فقط یه کتابدار ساده است که خب بالاخره سمت دیگه ای داره، ولی چیزی که هستش اینه که اون یه تازه وارد و یه سری چیزا نسبت به گذشته خودش خب تو این مجموعه تغییر کرده. اینجا جاییه که احتمالا بیان تو این فصل در مورد گذشته اون شخصیت حالا برجستری که تو تی وی ای بودن بیان برام صحبت بکنن، مثل اون اتفاقاتی که در مورد راوانا به ما نشون دادن که اون قبلا یه معلم بودش، حالا شاید بیان اینجا یه مقدار اتفاقاتش رو بیشتر باز کنن و توضیح بدن، یا در مورد موبیوس بیان توضیح بدن و بگن که مثلا اون قبلا شاید اصلا جت اسکی هم داشته، بخاطر همین همیشه آرزوش این بود که یه جت اسکی داشته باشه، یا حتی در مورد کیسی بیان توضیح بدن و بگن اون داستانش چی بوده، یا مهمتر اصلا در مورد بی 15 بیان با اون صحبت بکنه. قبلا در مورد صحبت کرده بودن و توی فصل اول یه سری فلش بک به گذشته اون زدیم، ولی خب اینجا میتونن بیان داستان کامل تعریف بکنن و احتمال داره که اون اصلا یه واکاندایی باشه. اینا رو به خاطر این دارم بهتون میگم که بالاخره تمام اجزا و کسایی که دارن توی تی وی کار میکنن هم مجبورشون کردن که اونجا بیان کار بکنن، یه سری تغییراتی روشون دادن و این همون چیزیه که میخواستن روی لوکی هم انجامش بدن، ولی خب لوکی ها همونطوری که بود نیاز داشتن تا اون بتونه سلوی رو پیدا کنه. نکته بعدی در مورد جایی که ما دیدیم راوانا رفتش و بعد خب بیان در مورد رفتن اونم توضیح بدن و بگن چه داستانی پیش اومده. یه نکته مهمی که در مورد راوانا وجود داره اینه که راوانا رو میدونیم عشق زندگی کانگ بوده، یعنی کانگ توی تمام خطای زمانی و داستانهای مختلفی که با سر هم دیگه گذشته همیشه با این کاراکتر برخورد میکنه و همیشه عاشق اون میشه و نکته مهمتر اینه که همیشه اون از دستش میده و تنها میمونه و این جزء نکته ها و نقطه ضعفای بزرگی که کانگ داره، یعنی همیشه میاد تا به این برسه اینو از دست میده و یه افسردگی و فشار روحی بزرگی همیشه همراه خودش داره. نکته بعدی که میگن توی تریلر نشون میدن اینه که خب بالاخره لوکیشن های مختلفی رو به ما نشون میدن و دارن میگن که فصل دوم قراره توی لوکیشن های بیشتری باشه. از طرف دیگه یه ماشین قرمز رنگی میاد و اونجا پارک میکنه و از توی ماشین موبیوسه که با یه لباس حالا رسمی بیرون میادش و توی اون تصویرهای بعدی که داره به ما نشون میده لوکی رو نشون میده که پیاده میشه، در کنارش یه لوکی دیگه هم مثل خودش میادش بیرون و هر دوتاشون لباس رسمی پوشیدن و اونجا حرکت میکنن. بعدش هم یه ایسکایی دارن به ما نشون میدن که یه پایگاه جدید انگار برای تی وی ای و نکته بعدیش که وجود داره اینه که انگار شبیه مثلا یه ایسکای قطار متروکه جاییه، حالا نمیدونیم این چه لوکیشنی که دارن اونجا نشون میدن، ولی نکته ای که هستش اینه که اونم باز جزء لوکیشن‌های جدید حساب میشه. تو این تریلرها حتی نشون میدن که مامورای تی وی دنبال لوکی ان تا بتونن اونو بگیرن، اون فرار میکنه و میزنه تو کوچه پس کوچه و میره و بعدش هم یه کامیونی میاد سمتش و داستان اینطوری تا اینجا تریلری که دارن نشون میدن بهتر بگیم تموم میشه. و اتفاق بعدی که داره میفته اینه که یه جایی به ما نشون میدن که لوکی و موبیوس نشستن سر میز و دارن با هم دیگه صحبت میکنن و در مورد گذشته لوکی حرف میزنن و موبیوس میگه که تو همچین آدم بدی هم نیستی، اون میگه که تمام این کاراکترهایی که بودن از اونجر گرفته تا تانوس با هم گفتن که آدم بدی هستی. یه نکته مهمی اینجا وجود داره و اونم اینه که خب ما دیدیم که اون وقتی با تانوس درگیر شد توی درگیری که داشتن اصلا نرسید که تانوس خود بهش همچین جمله ای رو بگه. این داره نشون میده که احتمال داره که قبلا توی اتفاقات گذشته که داشتن تانوسی همچین حرفی رو بهش زده، یا حتی میتونه در مورد این باشه که شاید اون خط زمانی و اتفاقاتی که افتاده شاید متفاوت شده باشه. حالا یه عکسی هم پای صحنه این سریال لو رفته که داریم میبینیم لوکی اونجا و استاد جلوتر هم که سلویه و نکته که وجود داره اینه که پشتشون رستوران مکدونالدی که داره نشون میده برای دهه 70 و نکته بعدی اینه که سلوی که داریم میبینیم کاملا متفاوت شده با اون چیزی که قبلا دیده بودیم و اینجا میشه چند تا تئوری مطرح کرد. یکیش اینه که احتمال داره سلوی بعد از اتفاقاتی که افتاده اومده برای خودش رفته دنبال یه زندگی آروم و داره یه زندگی آروم برای خودش میکنه، چون همیشه در طول زمانهای مختلف هر موقعی که صحبت میشد میگفتش که تی وی همش دنبال من بود و من هیچ آرامشی برای زندگی خودم نداشتم و شاید اینجا اومده تا به اون آرامشه برسه، یا اینکه اونم یه سری تغییراتی براش پیش اومده و به خاطر اون تغییراتی که پیش اومده اون الان تبدیل شده حالا مثلا به عنوان یه کارمندی داره اونجا کار انجام میده و هیچ اطلاعاتی در مورد اتفاقات گذشته نداره. حالا در مورد دتول 3 با هم دیگه صحبت بکنیم، این که اصلا چه ربطی به سریال لوکی داره.
تو اطلاعاتی که لیک شده و بیرون اومده در مورد این صحبت میکنن که میگن موبیوس قراره که توی اون فیلم هم حضور داشته باشه. موربیوس سونی رو نمیگم، موبیوس دارم بهتون میگم، اون که اصلا بهترین فیلم تاریخ تا الان ساخته شده و بهترین فیلم کمیک بوکی جهان، اصلا کاراکترش افتخار نمیده توی همچین مجموعه باشه، اون اصلا بذارینش کنار. حالا خود موبیوس رو داریم میگیم قراره که تو این فیلم حضور داشته باشه. حالا حضور اون به چه معنیه؟ ما در مورد ددپول اینو متوجه شدیم که لوگانی که قراره ببینیم اون لوگانی که قبلا دیدیم نیستش، چون هیو جکمن اومد در مورد این صحبت کرد که اون لوگانی که قبلا دیدیم اونجا توی خود فیلم لوگان، اون اونجا مرده و دیگه تموم شد و رفت به کارش و این یه کاراکتر جدیده. پس نشون میده که اون از توی مولتیورس جدید اومده و یه خط زمانی جدید بیرون اومده. و یه احتمال دیگه ای هم اینجا وجود داره و اونم اینه که اگه موبیوس اینو بتونن یه دروازه رو وا بکنن رو به گذشته ترش، یعنی قبل از اینکه اون بخواد کشته بشه و سالم اونو از توی دروازه وارد این دنیای MCU بکننش و بیارنش توی زمین 616، اتفاقی که میفته چیه؟ یه خط زمانی جدید پیش میاد، یعنی اون مسیری که قبلا داشته خب رفته و مرده، ولی خب چون از اینجا زنده آوردنش دیگه الان یه خط زمانی و یه جدول زمانی جدیدی داره و مسیر جدیدی برای حرکت کردن که احتمال داره که حضور موبیوس به خاطر همچین نکته‌ای باشه و قرار باشه بیاد اونجا یه همچین کاری انجام بده. به خاطر همین هستش که توی ددپول هم حضور داره و خب در موردش دارن فعلا صحبت میکنن. هنوز 100% نشده که خود مارول بخواد تاییدش بکنه، ولی خب جزء خبرهاییه که لیک شده و بیرون اومده. حالا از طرف دیگه لوگان و ددپول برای چی باید برای کانگ هم یه طورای مهم باشن؟ به خاطر اینکه کانگ احتمالاً سعی بکنه بخواد اون دوتا رو حذفشون کنه، چون اون دوتا کاراکتر خطرناکی هن و بیان به خاطر اینکه راحت هم کشته نمیشن میتونه خیلی چیزا رو خراب بکنن و دردسر بزرگی حتی برای کانگ هم به وجود بیارن. به خاطر همین احتمال داره اصلا توی این مجموعه که قراره بیرون بیادش نشون بدن که اونا داره سعی میکنه یه طوری این دو نفر رو حذفشون کنه و کنار بزنتشون. حالا اگه در مورد جدول زمانیایی که الان توضیح دادم اگه اطلاعات بیشتری میخوای داشته باشی، من یه ویدیو درست کرده بودم در مورد اسپایدرمن نو وی هوم و اونجا هم در مورد اون خطای زمانی جدیدی که تشکیل میشه و اینکه چجوری تشکیل میشه و اینکه حالا هالک چی اومد گفت و خطای زمانی و سفر به گذشته و آینده رو اومدش و توی داستانی که MCU داره توضیح داد و کامل اونجا بهتون توضیح دادم، میتونید برید اون ویدیو رو نگاه بکنید و کاملا متوجه میشید که وقتی میگم یه شاخه جدید به وجود میادش یعنی چی و اتفاقات گذشته سر جاش میمونه و این کاراکتری که اومده وارد یه خط زمانی جدید شد و یه شاخه جدیدی داره جلو میبره. در مجموع امیدوارم که دیدن این ویدیو لذت برده باشی و حتما یاد باشه که یه لایک به ویدیو بدی، کانال حساب بکنی، زنگوله روشن بکنی. حتما یاد باشه که نظر تئوری که در مورد اتفاقاتی که قرار بیفته حالا چه توی سریال لوکی چه توی انتمن و همچنین ددپول 3 حتما توی کامنت ها برام بنویس و یه ویدیویی هم برات آماده کردم بررسی قسمت 7 سریال ریک اند مورتی از سرت میذارم اینجا، برو حتما کلیک کن مجموعه رو نگاه کن و امیدوارم که دیدنش لذت ببری. و خب دیگه حرفی هم نمونه تا ویدیو بعد. بدرود.